سلام به همراهان عزیزم، امیدوارم که حال دلتون خیلی 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 خوب باشه، تنتون سالم و دلتون شاد. آقا ما امروز یه مهمان ویژه داریم، اگه بگم از کجا، از آنالیا خانم دکتر عزیزمون اومده امروز پیش من و سوسن جونم دعوت کردم، گفتم بیا چون در اصل دوست سوسن جونه و تازه اومدن ایران و گفتیم امروز نهار بیان پیش ما، حالا گفتیم یه نهار بخوریم و بعد ایشونو بهتون معرفی کنم، بگم که کیه و کارشون تو آنالیا چیه. خب عزیزای دلم، این خانم دکتر عزیز منه. خانم دکتر با بچه‌های من یه سلام علیکم می‌کنید. سلام عزیزم، خوبین؟ سلامتین؟ فقط ایرانی حرف زدنشو ببینیم چقدر قشنگه. خب بابا نیستم ترک، نیستم ایرانه، 50% من خودم ایرانی احساس میکنم. همسرتون ایرانی بود؟ بله بله بله. بعد دو تا پسرم داری؟ دو تا دسته گل. خب خدا حفظشون کنه. بله. توضیح بدید چند سال ایران بودی؟ من 24 سال ایران زندگی کردم، بعد از 24 سال رفتم، بعد از 7 سال دوباره به ایران اومدم. خب که با دوستان عزیزم ببینم، مثل شراره جون، مثل سوسن جون، مثل دوستانه که خیلی برام عزیزن، که اینو بهتون بگم اینطوری نمیخواستم به ایران بیام، ولی دوست داشتم که با خوشحالی بیام، ولی یکی از عزیزمونو که از دست دادیم، از برای من مادری کرده به ایران که بودم، خیلی برام عزیز بوده، به خاطر چلوم ایشون اومدم. خدا بیامرزتش، مکانش بهش باشه، ایشالله پاسدگانش عمرو بیشتر بیده خداوند. اینا رو واقعا دوستشون دارم، از جز و خانواده من هستن، خیلی دوستشون دارم. من تو رو دوستم دیگه. الانم که در ترکیه هستیم و اونجا مستقر هستیم، اونجا زندگی میکنیم، دوتا آقا دارم و یکی از آقای من که پسر بزرگ من هستن، آقای دکتر چه پسر دکتر اعتصام که مرداد اعتصام هستن، ایشون که کار اقامت و کار خرید و فروش رو ملک انجام میدن و پاسپورت و با همه اینا رو دیگه ایشون انجام میده، با دوستان عزیزم که به ایرانی هایی که عزیز هستن، هر کسی هم چیزی چیز دارن حالا. آره بچه ها، هر کی میخواد دیگه سوالی از ایشون داشته باشه میتونن بپرسن. آره حالا دفعه دیگه باز میگم بیان سوالاتتون رو بگی، من دونه دونه مینویسم به ایشون میگم، هم برای خرید ملک هم اقامت از 0 تا 100 و آقا مرداد ایشون انجام میدن. آقای مرداد اعتصام که شرکت صاحب شرکت تراو آقای ترکی هم سلام علیک بکنی. مرحبا، هپینز سیویورم، nasılsınız, iyi misiniz? Tabii ki Türkçe bilenler benim ne dediğimi anlarlar. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Merci. Korkun efendim. Hayır, şükür. Susan Hanım, şu an mıkhay be Türkiye'ye çizim efendim. Ben hiç de balet değilim. باشم که ایرانی ما دوستا سلام کردی اصلا؟ آره سلام کردم، گفتم سلام، حال شما؟ آره جای فری هم خیلی خالیه، حالا این دفعه تشریف بیاریم، میگیم فری هم بیار حتما ایشالله. شرار جان این اسمش از بلغور. بلغور؟ آره ما میگیم بلغور، فارسی میگم بلغور. بعد این مثلا دارم میگم شما مثلا 3 نفر یا 4 نفر، برای 4 نفر دو تا لیوان از اینو بریز. دو تا لیوان چقدره؟ دو تا لیوان آب. دو تا لیوان آب، ولی لیوان آب نباشه که خیلی پهن باشه، مثلا یه لیوان معمولی دیگه. لیوان معمولی؟ لیوان معمولی. دو تا لیوان از این بریز، 3 تا لیوان آب بریز، آب جوش درشو به من بذار یک ساعت با اینجوری بمون. خب بعد از این وردار شما که این با اینجوری داره میمونه، 3 تا پیاز رو سرخ کن. خب بعد قشنگ اینو بهت بگم، رب بهش بزن، فلفلاشو بزن، همه چیزشو بزن به این، آماده باشه، آماده گذاشته اونجا مونده. بعد که اینه باز کرده هموش زده دیگه، آبش کشیده قشنگ اون پیازو سوک کرده رو بریز توی این، توی این بلگور، توی این بلگور. بعد روش جعفری، پیازچه، شیویت، باید نانا
قشنگ اینا رو خورد بکن. خب خیارشور، خیارشور هم بریزم تو؟ خیارشور هم خورد کن. خوب میشه؟ آره خیارشور هم خورد کن قشنگ و توی این بریز. روغن زیتون بزن یه ذره اضافه، بعد عمدیمو بزن قشنگ یه ذره اضافه. هر تون دوست داری یه ذره فلفل توندم بزن برش. جالب قشنگ خاموش بزنینه. خوب ولی نه با قاشق، باید اینو قشنگ دستکش کن به دستش قشنگ. تو جوشه که دستمون نمیسید. نه جوش نیست که یک ساعتو چیز شده که ابو برای خودش گرفته که. نه منظورم گرم نیست، یک ساعتی مونده خونک شده که. نه همه رو با هم قاطی کنم. همه رو با هم قاطی کن، با دستش قشنگ ورزش بده. خوب یه ذره رب و انارم بریز برش قشنگ خاموش بده. یک کاخوی آنچنانه سفیدم بشور اینجا سبز، اینی بزن توی این بشه مغازه. یه چیزی دیگه هست من دیدم توی چیز قبرس اینجوری اینجوری میکنن، اونو میگن چیل کفته. آها اون خوشمزه است. بله خیلی خوشمزه است. اونم از این بلغور درست میشه، ولی بعضیشون هم با گوشت درست میکنن، گوشت خام. آها گوشت خام با بلغور قاطیه. خب ولی من اون گوشت خامیه رو زیاد نمیخورم، چون باید انقدر اینو ساعت یک ساعت ورز باید بدن که این با ورز دادن این گوشت باید پخته بشه. پس شما اینو اینجوری درست میکنید. اسم شما از قصر. بعد برنج هم درست میکنید با اینا دیگه نه؟ بله نخود میریزن داخلش و اینا. برنج درست نمیکنن. توی این مثلا میتونه که نخود بریزی، میتونه برشته بریزی، هر چیزی که دوست داشته باشه. مثلا به جای پلوگ این خیلی مفید تر از برنجه، میدونی که؟ آره این بهتر از برنجه. این بهتر از برنجه. ما بیشتر مثلا پلوگ اینو بیشتر اینو میخوریم. اینو میخوریم به جای برنج. اینو میخوریم. اینو میخوریم خوب چون برای سلامتی من با این ریخت و قیافه و در به داغون اومدم پیشتون، چون امروز روز تمیزکاری من بود با لیلا خانم. بعد دیگه گفتم بیام الان یه چی جریانی رو براتون بگم که هم ما کلی خندیدیم هم یه خورده به دانستنیامون اضافه شد. امروز برای من این گاز رو آوردن. ببینی از این گازای شیشه‌ای رومیزی که یه وقت اگه چیز نبود گاز قطع شد و اینا، من از این برقی استفاده کنم، چون میبینیم بیشتر مواقع میگن گاز کدوم منطقه قطع و اینا، ما میمونیم بدون گاز. گفتم این گاز رو من بگیرم، گازای شیشه ایه. بعد خب ما روشنش کردیم و بعد گفتم یه امتحانش بکنم. قابلمه رو گذاشتیم روش، این قابلمه که وقتی گذاشتیم روش این ارور زد. حالا هی زنگ میزنیم بهشون میگیم که آقا این روشن نمیشه، این خرابه. میگه خانم این یکی از بهترین برنداست، مگه میشه؟ بعد گفت قابلمه تون چیه؟ گفتیم که قابلمه بود. خب قابلمه است. گفت یه دونه فیلم بگیریم برای ما بفرستیم. بذاریم اول من این گازو بهتون نشون بدم. ببینین این گازه، برندش هم که میدونن اونایی که آلمان هستن میدونن این برند چیه. بعد به من گفتش که خانم اینو اول روشن میکنی، که خب من روشن کردم چون داریم دیگه این گاز تو خونه همه هست یه همچین گازی رو. بعد به من گفتش که من الان این قابلمه رو گذاشتم بر این که تایمرشه، حالا ما میذاریم روی اینم که درجهش. خب ما استارت رو میذاریم. خب ببینین این ارور زد یعنی این لیلا خانم اسمش القایی نیست، القایی. بعد من میگم خدایا آقا القایی چیه؟ الان ببینه اینو که میذارم این القایی، این استی، در صورتی که اینم مال ترکیه است، این آلمانی، این قابلمه آلمان. الان نگاه کنید این قشنگ، الان جوش میاد. یعنی ما الان 3 ساعت با لیلا خانوم
تمام قابلمه هامو ریختیم بیرون که ببینیم القایی چیه. الان ببینید این زودپز من، ببینید اینجا رو، این ستا رو، این زودپز الان القاییه، میدارم رو اون کار میکنه این گاز، اینجا این ستا اینه فکر کنم. بعد الان ببینید این جوش اومد، الانم نشسته پای این آنلاین شاپ ها، یعنی از خود این شرکت که این برند رو داره. گفتم دیگه هر چی شد شد دیگه، بعد یه سرویس بخرم برای این دیگه، وگرنه به دردم نمیخوره که اگر من میدونستم که این باید قابلمه القایی باشه، من عمرن این گازو میخریدم. این همه هم هزینه این گاز کردم. بعد نشد دیگه. الان ببینید چقدرم قشنگ، اصلا به دقیقم نرسید این جوش اومد. بعد دیگه گفتم که اینو به شما بگم، شاید یه وقتی اگر خواستی یه همچین چیزایی بخری اول سوال بکنیم ببینیم قابلمه القایی دارین یا نه، یا این گاز به تمام قابلمه میخوره. الان علی و عرفان گازشو دارن، یا خیلی هایی دیگه دارن، هر قابلمه ای که روش میذاریم کار میکنه، این فقط کار نمیکنه. گفتم اینو بیام بگم، این خودش یه تجربه است که یه وقت شما تو این شرایط اقتصادی بعد مثل من گرفتار نشید. ببخشید با این ریخت و قیافه یه دفعه اومدم جلوی دوربین، گفتم که تا دیر نشده بهتون بگم که من امروز چه داستانی داشتم و دیگه نه پس میگیرن از من نه هیچی، مجبورم که خودم یه دست قابلمه القایی بخرم. حالا ببینیم یه القایی چی، باید گفت باید برند همینو بگیرم، WMS، باید همینو بگیرم دیگه. خب خیلی دوستتون دارم، خیلی دوستتون دارم، ایشالله که تنتون سالم باشه. اینا همه درست میشه ها، فقط دل خوش و تن سالم، اینو یادتون نره، اینا همش حل شدنیه، قصه هیچی آدم نباید بخوره. خب خیلی دوستتون دارم، خیلی دوستتون دارم، ایشالله تنتون سالم، دلتون شاد، تا دیدار بعدی همه تونو به خدا بسپارم. سلام دوستای گلم، ایشالله که حالتون خوب باشه. امروز میخوام یه اسنک درست کنم، بعد دوست داشتم که به اشتراک بذارم شما ببینید. بعد مواد لازمش رو الان بهتون میگم، نشون میدم که چیا هست تا اینکه با هم درستش کنیم. کالباس مرغ و گوشت، فلفل دلمه‌ای، بعد قارچ، پنی پیتزا و نونایی که برای اسمکه. بعد اینا رو همه مواد ما میذاریم توی مایتابه، یه تفت کوچولو میدیم، بعد میریزیم داخل نونا که بعدم بهتون نشون میدم. خب خوشگلای من آماده شد، من اینو تفتش دادم تا دوباره بریم که بریزیم داخل نونا و بذاریم توی دستگاه. خب بفرمایید عباس آقا. سلام علیکم، وقت بخیر. حالا منم میخوام ادای خانمم دارم که میگه سلام، حال شما خوبه. منم همین الان میخوام شروع کنم اسنک درست کنم. الان اونا رو چیز کردم، یه خوش سس زدم، بعد یه مقدارم که میبینین ما اینا رو درست کردیم، میریزیم ما بینش به همین راحتی. قاشق بیار. با قاشق میارم مطمئن باشی، یه دقیقه صبر کن، من تو آشپزی تو دخالت که نمی کنم. ببین الان میترسم از این چیزه هستش که این سلام خوبی مال بمبئی رو میگه. هم کسی کسی بود کسی بود. خب متشکرم. خواهش کنم.
چقدر خونه پنیرتونم بریزی؟ حتما یه دقیقه صبر کن دیگه شما میریزی من پنیرشو؟ نه دیگه ساندویچ سازم گذاشته داغ شده پنیرم روش میریزه با دست دستش رو پیش کن الان آقا فرشید بود دعوت میکرد میگو برو دستتو بشور بابا 10 دفعه تا الان تا اینجا اومدم شستم اومدم پنینا رو کی درست میکنه بگو چی بگم سلام علیکم خوبی احوالشو من هم مثل خانمم میخوام یه خورده فیگور بیام آره من درم برای فلاور فلاور گفتی اینا رو درست کنم فلاور فلاور چی؟ آره همین فلاور آره اینا رو الان من آماده کردم زیادی اینم از این و اینایی هم که آماده کردم و دوباره میچینم الان هم میگم چیا ریختم که شما هم نگاه کنیم مثل من هنرمند چی خب دیدم چیا ریختم اه دیدی خب پس ای چی خب اینم عروس گل ما هلو سلام امیدوارم که همه تو حالتون خوب باشه دوستای گلم اسنک های ما آماده شد میتونیم با هر سوسی سوس قرمز سوس خردل سوس سفید با همه اینا بخوریم خب عباس جون یه دونه تست کن بی زحمت من یه دفعه تست کردم بستم حالا یه بار دیگه تست کن من سر غذا میخورم نه یه دونه تست کن که دوستان عزیز ببینن بذار خونه کش انتخاب کنم خب دوستای عزیزم ببینین داخلشو باز کنم باز دو تیکه کن وسطشو ببینن دوستان اینم وسط اسنکمونه خب بخور عباس ببینم دهن نیست همچین میگه بخور خب نسوخته که نه خب نه که من اینجا گفتی نه خوشمزه بود عالی شده انشاءالله همه درست کنن و بخورن میشه جونش سلام به دوستای گلم امیدوارم که حالتون خوب باشه تنتون سالم باشه امروز میخوام من یه دسر درست کنم فردا عروسا دارم میان یه دسر میخوام درست کنم گفتم دارم درست میکنم اینو به اشتراک بذارم شما هم یاد بگیرین درست کنیم و بخورین و لذتش رو ببرین خب الان من میخوام قالبم رو چرب کردم هر قالبی میتونین به این حالت باشه که این اول چیز میکنم چرب کردم قالب و بعد یه ژله آلوورا یه بسته اول یه لیوان آب جوش ریختم بنماری شد بعد یه لیوان آب سردم ریختم الان یه مقدار از ژله آلوورا رو میریزم کف قالبم به این صورت بعد شروع میکنم بیسکویتامو از این سم هر بیسکویت گردی میتونین بذارین داخلش بیسکویتامون رو به این صورت میچینیم داخل قالبمون بعد دوباره یه مقدار از ژله آلوورامون رو میریزیم این کل ژله آلوورامون رو ریختیم داخلش میذاریم یخچال ببنده تا بقیه کارامون انجام بدیم این موادمونه که من آماده کردم 4 لیوان شیره بعد 1/2 لیوان شکره بعد 4 قاشق نشاسته ذرت بعد 1 قاشق چیز پودر ژلاتینه 2 تا بسته کاپوچینو آماده است که ریختم داخل این و الان میذارم روی گاز کم کم این غلیظ بشه یه مقدار که غلیظ شو خاموش میکنم بعد یه مقدار میذارم سرد میشه
به دو قسمت تقسیم میکنم، یه قسمتشو پودر کاکائو میزنم، یه قسمتش هم تو همین رای میمونه که باز فیلم میگیرم شما ببینید. عزیزای دلم، این الان من همه رو به همین صورت هم زدم، گذاشتم روی چی هم زدم دیگه به این حالت. ببینید نمیخواد یا صفر بشه. آخرشم یه قاشق تقریبا چای خوری یکم وانیل میریزیم برای عطر و طعمش. بعد الان من اینو دو قسمت میکنم که یکیش این رنگی باشه، یکیشم پودر کاکائو میزنم که قهوه باشه. دوستای قشنگم این مایه‌مونم گرفت، حالا این مایه کاکائویی رو میریزیم روی یکی دسر تا میذاریم ببنده کامل. باید چند ساعتی توی یخچال بمونه تا اینم کامل ببنده. دوستای عزیزم الان این دسر ما آماده شده. اول دورشو با چاقو یه مقدار لق میکنیم، بعد از اونم که باید بذاریمش توی یکم آب گرم که تمام خودشو ول کنه، بعد که بذاریمش از تو قالب در بیاریم بذاریم تو ظرف مخصوص. دوستای گلم دسر ما آماده شد. این دسر ماست به این شکل اومد. شلکه درست کنین، این دسر خوشمزه است، درست کنین و میل کنین. همه تون دوست دارم، ممنون از پیام هایی که میذارین و من واقعا پیاماتون رو میبینم خیلی خوشحال میشم، خیلی دوستتون دارم. همه تون رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا حافظ.